سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه، پر انرژی باشین. بابت این تاخیر منو ببخشین. خب رسیدیم به مبحث مهم شیمیالی که خیلی هم مبحث سوال خیز بیه، هم ترکش با استکیومتری سوال میاد بچه تو این بخش. یعنی ما سه مدل کلا سوال داریم. سوال های حفظی کتابه که ازتون خواهش میکنم حتما برین یه سری بخشی که میگم رو مرور بکنید، خیلی مهمه. مثلا فرض کنید آلدهید چه گروه عاملی داره، یا گروه های عاملی رو حتما مطالعه کنید از کتاب های جمع بندی که داریم. ویتامین ها مهمن، ویتامین ها رو رمز بزنید. مثلا خونه چی بود؟ ویتامین دی بود اگر اشتباه نکنم، یک شکل خونه داشت. برای خود اینجوری رمز گذاری بکنید. یا مثلا ویتامین سی خیلی تابلو بود، 5 تا اوه داشت. چرا میگم تابلو بود؟ به خاطر اینکه بهش میگم دستای هیدروکسیل، به خاطر اینکه ما توی حالا تعدادش زیاد مهم نیست، مهم اینه که چند تا هیدروکسیل داره، یعنی تو آب حل میشه و ویتامین سی رو شما میدونید تو آب حل میشه. هم تو زیست خوندید بچهای تجربی، هم خب این اطلاعات رو دارین که ویتامین سی محلول در آبه و با این حالت نزدن خونه ویتامین دی، اگه تو خونه بمونی ویتامین دی بدن جذب نمیکنه. یعنی همینجوری رمز بذارید یاد بگیرید، نیاز فرمول کلیشو بلد باشین. به نظر من بهتره که بلد باشین. مثلا این میشه ویتامین سی، ویتامین نمیدونم ای، داستانشو بدونید. ویتامین ها رو بلد باشین، پلیمرها، کاربرد پلیمرها رو بلد باشین لطفاً، مخصوصا پلیمرهای افزایشی. نمیدونم میدونید پلیمرهای افزایشی یعنی چی، ولی اینکه کاربرد پلیمرهای افزایشی بلد باشین توضیح هم میدم. میدونید پلیمرهای افزایشی یعنی چی؟ اطلاعات دارین؟ چند مدل پلیمر کلا خونده؟ تراکمی یا جانشین ها؟ دو مدل کلن داریم. مدل اول که افزایشی از یک آلکن یا آلکین استفاده میکنه، و مدل دوم مدل دومش میاد از جانشینی یا بهش میگیم اکسایش کاهش دوتا گونه استفاده میکنه. خیلی مهمه، یعنی یه واکنش اکسایش کاهش داریم وقتی دو پلیمر دارن با هم دوتا مونومر دارن با هم پلی‌استر یا پلی‌آمید می‌سازن. یک واکنش اکسایش کاهش هم هست به خاطر اینکه گونه‌ها دارن به شکل‌های متفاوتی به هم متصل میشن. بعد حالا در مورد کولار اطلاعات داشته باشین، در مورد تجزیه پذیری پلیمرها هم یک سری اطلاعات داشته. سوال مفت میاد تو این بخش، سوال حفظی که اگر حفظ باشین به اشکالی برنمی‌خوره. من اینجا ادمین می‌کنی. بخش بعدی شکل‌ها و نامگذاریه. شکل اونا همه میدونید، یه ساختار بهتون میدن، میگن تو این ساختار شما بگین که الان فرمول کلیش چیه، نسبت کربن به هیدروژنش چیه، نمیدونم اطلاعات خاصی در مورد گروه های عاملیش چیه. میگه مثلا ترکیب دو گروه های عاملی X و Y و Z داره، شما باید بلد باشین گروه عاملی چه جوریه داستانش، این کربن چه جوری باید به O وصل بشه مثلا بده اتر، چه جوری باید به CO وصل بشه مثلا یه اکسیژن بده استر، یا مثلا بده بهتون کربوکسیلیک اسید. بعد شکل ها نامگذاری تیپ دوم سوال تو این بخشه، و تیپ سوم تیپ استکیومتریه، من بهش میگم N، استکیومتری N-ohm. یعنی چی؟ همیشه دنبال تعداد کربن میگرده تو اغلب سوال های استکیومتری هیدروکربن ها. یا سوال استکیومتری خیلی معمولی داریم، یا سوال استکیومتری داریم که در اون از شما چی خواسته؟ تعداد کربن های هیدروکربن رو خواسته. این از این رد میکنیم این مفصل رو، و من میخوام برم اول از همه نامگذاری بهتون بگم. دیگه همه تون میدونید دیگه، تو نامگذاری مثلا میخواین همچین ساختاری رو نامگذاری کنید، یه همچین ساختار و آلکانی رو داریم میخواین نامگذاری. آقا اصلا میفهمیم آلکانه، معلومه دیگه پیوند دوگانه نداره. آلکان هم که دیگه همه میدونید فکر کنم، فرمول عمومی CnH2n به علاوه 2 دیگه. و تنها هیدروکربنی که همچین فرمول عمومی داره آلکان، هیچ ترکیب دیگه ای نمیتونه با همچین فرمتی ظاهر بشه. یا باید هیدروژناش کمتر باشه، یا باید کنارش اکسیژن باشه، و داستانهای خاص خودش رو داره. تو بحث گروه های عاملی بعد از این بحثی که توضیح بدم میرم و تمام گروه های عاملی تک تک رو بهتون معرفی میکنم که یک بار درس داده باشم شیمیالیو، یعنی صرفا این نیست که فقط تست بخوام حل کنم. نگاه کنید بچه‌ها، الان ما اینجا اول باید بیایم بلندترین زنجیره رو پیدا کنیم. بلندترین بخشی که چی داره؟ کربن.
یه مقدار به دیدتون هم بستگی داره دیگه. مثلا تو الان میبینی میگی آه این تیکش بیشتر این تعداد کربونه داره. بیایم با هم ببینیم آیا اینی که من میگم درسته. چند تا کربن داره شاخه اصلی که من انتخاب کردم؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه. یا این ور هم میتونیم بگیم، فرقی نمیکنه. این دو تا کربن ما بهشون میگیم چی بچه ها؟ کربن هم ارز. چون یه جورایی با هم متقارنن. اگه این تیکر رو بگیریم یه خط تقارن بکشیم به اینا میگیم کربن های متقارن. وقتی 9 آوردیم آلکان 9 کربن است نونانه. سمت چپ میایم نونان رو می‌نویسیم. حالا می‌گردیم دنبال گروه‌های جانبی، شاخه‌های جانبی، استخلاف‌ها. دقت کنید بچه‌ها یه مقدارم باید از اون هوش و استعداد سرشارتون استفاده کنید. 9 رو اگر بخواید تقسیم بر 2 کنید چند میشه؟ 4 و نیم. یعنی بین کربن 4 و 5 رو باید بیایم چیکار کنیم در نظر بگیریم. این یه روشیه که خب سریع‌تر به جواب می‌رسیم ولی دقت بیشتری هم می‌خواد. 1 2 3 4 پنج. یعنی اینجا میشه چی؟ مرکز تقارن این شکل. اگه زنجیره اصلی رو در نظر بگیریم، خوب توجه کنید بچه، این فکر کنم براتون جدید باشه. مرکز تقارن رو در نظر میگیریم. الان کدوم سمت این مرکز تقارن شاخه های جانبی بیشتره؟ سمت راست یا چپ؟ چپ بیشتره. چند شاخه داریم؟ راست و چپ یکیه، هیچ کاری نمیتونید بکنید. اما اگر من بیام این رو پاک کن، الان کدوم سمت شاخه‌های جانبی بیشتره؟ چپ. بس از چپ شروع به عدد گذاری می‌کنیم بدون توجه به اینکه چه گروه جانبی، چه شاخه جانبی اینجا داریم. میام میگم 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. خب بعد میام میگم الان رو کربن شماره 2 چی دارم؟ متیل دارم. رو کربن شماره 4 چی دارم؟ اتیل دارم. رو کربن شماره 7 چی دارم؟ متیل دارم. روی 2 و 7 دو تا متیل دارم بچه ها. متیل رو باید یه جا بنویسین. هر نهی بنویسین 2 متیل 7 متیل. این غلطه. و از طرف دیگه الان توی حروف الف بای انگلیسی ام اول یا ای؟ معیارمون چی بود؟ معیارمون حروف الف بای انگلیسی. بس میایم میگیم 4 اتیل، 2 7 دی متیل نونان. گرفتین چی شد؟ دقت کنید بچه ها، اگر از دو سمت میخواین حرکت کنید برای عدد گذاری، از هر دو سمت که عدد گذاری بکنید یه سری شاخه جانبی وجود دارن. کافیه بیاین عددهای شاخه جانبی رو با هم جمع کنیم. بعضی ها میگن بیاین عدد از کوچیک و بزرگ کنار هم بنویسید، بعد کل عدد رو با هم مقایسه کنید. فرقی نمیکنه. به نظر من جمع کردنش روش استانداردتریه. یعنی بیام بگیم 2 به علاوه 7 میشه 9، 9 به علاوه 4 میشه 11. بعد بیام از این ور عدد گذاری کنیم، بازم عدد رو با هم جمع بزنیم. مطمئنا از این ور وقتی بیام عدد گذاری کنیم و جمع بزنیم، مجموع اعدادمون باید بیشتر بشه. چون این گروه متیل من عدد 8 رو به خودش اختصاص میده. این از این. حالا اگر بچه‌ها یه سری نکات ریزم وجود داره دیگه، اگر از دو سمت ما تعداد کربن یکسانی داشتیم، یعنی چی؟ بذاریم مثال بزنم متوجه بشیم. یه همچین ساختاری ما داشتیم. الان بخوایم از این ور بگیم 1 2 3 4 5، از این ور بخوایم بگیم 1 2 3 4 5، از این ور بخوایم بگیم 1 2 3 4 5. ما بیاییم این رو به عنوان شاخه اصلی در نظر بگیریم یا بیاییم این رو به عنوان شاخه اصلی در نظر بگیریم. بنفش یا زرد؟ بنفش یا زرد؟ بنفش چرا؟ آره شاخه جانبی بیشتر در اولویت، به خاطر ما کمتر ایزوپروپیل میبینیم تو ساختارهایی که داریم نامگذاری میکنیم. چون ایزوپروپیل اگر هم بیاد تو ساختار به این
گروه آلکین میگیم ایزوپروفیل دیگه. اگر هم بیاد به ساختار به شکل دیگه است. الان 5 تا میشه چی؟ پنتان. پنتان رو می‌نویسیم. گفتم سمت چپ. یه نکته هم بالا یادم رفت بهتون بگم. بچه‌ها این اتیل در هر صورتی عدد بزرگتری هم بگیره اول ظاهر میشه. یعنی ممکنه توی یه گزینه اینجوری بهتون بدن 2.7 دیمتیل 4 اتیل نونان. دانشجو فکر می‌کنه خب دیگه 2 جلوتر از 4ه. به خاطر همین بیام اول‌تر بنویسم. اشتباهه. خود این اتیل و متیل معیارن. اوکی؟ دیدم که تو گزینه اینجوری دادم به بچه‌ها همچین اشتباهی کردن. الان اینجا 1 2 3 4 5 خب الان میشه 3 اتیل 4 متیل. به نظرتون عدد گذاریم درسته؟ چیکار باید بکنیم؟ پایین باید بریم 1 2 3 یعنی میشه 2 متیل، 3 هم که اتیل بود، یه دونه پنتان هم که داریم، تمام. این عدد گذاری میشه عدد گذاری درست. حالا تله هایی که بچه ها توی این بخش وجود داره براتون، این خیلی مهمتر از کل این نامگذاری است. بهتون میده 2 اتیل. غلطه یا درست؟ غلطه. چرا غلطه؟ شاخه. 1 متیل هم غلطه دیگه، درسته؟ چون میتونه جزء شاخه اصلی باشه. 3 پروپیلو با احتیاط میریم. داستان خاص خودشو داره. ولی از من داشته باشین. 1 متیل و 2 اتیل نداریم. دیدین توی سوال سریع بگین این نامگذاری غلطه. ترفند دوم طراح میاد چیکار میکنه؟ شاخه جانبی رو به عنوان شاخه اصلی در نظر میگیره و شما رو گول میزنه. مثلا اینجا میده هگزان، یا مثلا یه مسیری رو انتخاب میکنه 4 کربونه باشه، از طریق تعداد کربونا میاد شما رو آزمایش میکنه. اوکی؟ گرفتین چی شد؟ میگیرین دیگه. قیافا اینو نشون نمیداد. یه حالت دیگه ای هم وجود داره که خیلی این حالت اتفاقا زیاد برای بچه ها پیش میاد. یه موقعی هست اسمای عجیب غریب و کنار فرمول می‌نویسه بچه. 2-3 دیمتیل اتیل پروپیل پنتان. بعد اینجا یه فرمول شیمیایی بهتون میده. توی 99% مواقع وقتی فرمول شیمیایی میده کنارش نامگذاری میده، با این تکنیک حل میشه. مجموع کربن‌های آلکان رو جمع بزن، فرمول مولکولی اسمش رو به دست بیار، بعد با فرمول مولکولی خودش مقایسه کن. منظورم چیه؟ بیاین اینجا با من. سه پروپیل میگم بله میشه درست باشه، چرا نمیشه؟ سه پروپیل داستان خاص خودشو داره. من اونور چند تا اتیل باشه ساختار لوئیس پیچیده بهت بده، سه پروپیل هم تحت شرایطی درست میشه. حداقل اینکه سه ایزوپروپیل قطعا درست میشه. اوکی؟ خب مثلا بهتون بدم C10H22 بعد ببینم همچین ساختاری بکشم. بعد بگم بگید کدومی که از این ساختارها درست. اصلا نیازی نیست بچه ها به نامگذاری توجه. یعنی نامگذاری بدم بعد بیام روی نامگذاری حرف بزنم. مثلا اینو بهتون بگم 3 و 4 دی اتیل اگزان. نگاه کنید بچه ها، دی اتیل یعنی 2 تا اتیل. اتیل چند تا کربن داره؟ 2 تا. بعد 4 تا کربن اینجا داریم. هگزان هم 6 تا کربن داره، مجموعش میشه چقدر؟ 10 تا کربن. آلکانی که 10 تا کربن داشته فرمولش چیه؟ C10H22. پس اگر اینجا بشمرید 10 تا کربن داره یا بهتون فرمول 10 کربن بدن، این ساختار درسته. نمونهش رو سعی میکنم توی پیشبینی عدم براتون حل کنم. خب تا اینجا که گفتیم بریم یه دونه همین ساختار اول، همین سوال 103 خارج از کشور آسان. هم گزینه 1 رده، هیچی. بخواد اینکه 2 اتیل نداریم که. این هیچ. حالا اگه بخواستیم میخواستیم درسته بخوایم درسته این رو نامگذاری کنیم، یه همچین حالتی میشه. پنتان ما میشه هگزان 3 متیل هگزان. این میشه ساختار درستش. بعدی رو میایم بررسی میکنیم. الان اینجا اگر بخوایم شاخه اصلی رو محاسبه بکنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 8 تا رو داریم. مسیر اصلی هم همین مسیره بچه ها.
چون اگر بخوایم اینو در نظر بگیریم میشه 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 اینا همه چی هم نادرستن برای یه زنجیری اصلی. حالا بیایم بررسی کنیم ببینیم از کدوم سمت، یعنی الان 8 تا کربن داشتیم، یعنی بین کربن 4 و 5 بازم باید اینو خط بکشیم، تقارن کدوم سمت بیشتره؟ چی؟ نه دیگه 1 2 3 دیگه خود اتیلت دو تا کربنه. دقیقاً اشتباه خیلی از بچه ها انجام میدن. خود اتیلت دو تا کربنه، چجوری یه دونه حساب میکنی؟ یه بار دیگه بچه ها سوال خوبی پرسید. الان اینجا C2H5 خودش دو تا اتیل، دو تا کربنه، چجوری میخواد یه دونه کربن حساب بشه؟ شما یه جا نوشته براتون، ممکن اینجا بنویسه C3H7 باید چیکار بکنید؟ سه تا کربن نمیشمارید، 1 2 3 این از این. بعد در مورد ساختار بعدی، الان 2 4 و 6 تریمتیل، اون برم یه دونه 5 اتیل داریم، از این ور بخوایم عدد گذاری کنیم میشه چند؟ 3 4 5 7 3 4 5 7 جمع بزنی از این مجموعه عددش بیشتر میشه. آقا اتیل اول هست؟ بله اتیل اوله، اکتان هم که درسته، تریمتیل هم که درسته، بس کلن این B درست میشه. بس اون گزینه که به داره رو نگه میدارم، الف داره رو حذف میکنم، گزینه 1 و گزینه 3 حذف میشه. حالا گزینه بعدی، دو تا گزینه بعدی ساختار لوئیس پیچیدن، اینو اصلا ولش کنید، حل سوال الان بریزیم دور، با حل سوال کاری ندارم، میخوام بهتون یاد بدم چجوری این ساختار لوئیس های پیچیده رو بتونید باز بکنید. بچا الان یه سوال ازتون دارم، این کربونی که اون اینجاست دقیقاً، این کربن الان به چند تا اتم دیگه متصله؟ به یه دونه هیدروژن متصله، به یه دونه کربن متصله، بس دو تا ظرفیتش خالی، بس این سی های سی که داخل پرانتز کنارش دو نوشته شده جدا جدا به این کربن متصل میشه. میایم جلوتر، عین اتیلی که وسط ترکیب ظاهر بشه، اونم همین شکلیه. کلا داخل پرانتز وقتی این ترکیبی رو نوشته سی هاش دو هم نیست، چی شد؟ من از ترکیبی رو داخل پرانتز نوشته که سی هاش دو نیست، اینو در نظر بگیرید که احتمالاً خودش به شکل مستقل به کربن بغلیش وصل شده، متصله. این ور میشه بازم یه سی آی سه، اینم میشه یه سی آی سه دیگه، من دیگه روی این خط میزنم، بس اینم میشه یه سی آی سه، یه سی آی سه. الان شاخه اصلی 1 2 3 4 و 5، بس پنتانش درسته، دیمتیلش یکی روی دو، یکی روی دو، این کربن شماره دو بود دیگه، 3 4 بله یه دونم رو 4 دیمتیل پنتان، بس این ساختارم درست، یعنی به و پ تا اینجا درست میشه. الان ت مونده، منطق من چی رو میگفت بچه ها وقتی به این گزینه ها رسیدم؟ بخاطر میگم گزینه رو لحظه ول کنید، منطق من میگفت بیام ت رو بررسی کنم، اگر درست بود گزینه 4 میشد، اگر غلط بود گزینه 2 باقی میمون. تا اینجا که مشکلی نداریم بچه ها، به درست شد، غلط نشد که. به درست شد امیر جان. خب خدا رو شد. الان اینجا توی بخش بعدی یکم کارمون آسان تره بچه، سی های سه بچه، سی هاش دو دو، یعنی خودش جز شاخه اصلی. یکم پر انرژی تر باشین، یکم پر انرژی تر بچه ها، حس حالتون خوب میزنم انرژی منفی میگیرم، بی حال شدم، حس انرژی بالاتر، انرژی بالاتر، انرژی بالاتر، ماجیکا، ماجیک نمیترسه دیگه، آداپته شده، بفهم. خب بچه های گله توی خونه، اینا هم انرژیشون افتاده منفی سه، این بار منفی سه، ماشاءالله منفی سه ها کم باشه میرم اون عینک وحشتناک همون میزنم میام، منفی سه ندارم میفرستن اینجا از شنا کن. اصلا یکی از کارهای ما اینه که شور بندازیم، شور حسینی دیدی چجوری ایجاد میکنن، اینم شور سر کلاس، شور شیمیاییه.
بفرمایید. خوابتون من هم همینجوری هم بچه ها. یعنی همایش هایی که گذاشتم ساعت 12 میرسم خونه میگم حتی دیدین دیگه سر صبح سوالا رو نگاه نکردم، یعنی فرصت نکردم سوالی که چیده بودم و یه نگاه بندازم بهش، سر صبح دارم یه نگاه میندازم ببینم چیه سوال. اینقدر زیغ وقت داشتیم. مخشامو سر صبح میخونم. آره مخشامو سر صبح میخونم. پس پی درست شد بچه ها، بریم سراغ ت. یک کربن، دو کربن، سه کربن. آقا چرا اینا رو داخل پرانتز هم آوردی جزء شاخه هست؟ چون سی‌هاش دوه. بله سی‌هاش دو منطقیه بخواد وسط ترکیب باشه، اما سی‌های سه اون وسط ظاهر بشه یه داستانی وجود داره، داستان رو باید بریم پیش. سه چهار ای. این بده دیگه، این بده. بله این کارم انجام میدیم، نگران نباش. این بده، بلنگ بدر داشته باشین. این میشه کربن شماره چندم بچه ها؟ پنجم. بازم این سی‌های سه میره بالا. نکنید سی‌های سه که اینجا ظاهر شد یعنی به این چسبیده دیگه. چرا به این چسبیده؟ چون این سی‌هاشه، یه ظرفیت خالی داره. این هم همینطور سی‌هاشه، بس این به این متصله، این هم به این متصله. شد یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. این سی‌های سه هم آخره دیگه، بهش مثله. هفت میشه افتان، ولی عمرن تریمتیل بشه. این یه عالم شاخه جانبی داره، برای خوش حرف زده دیگه. خب یا عددا رو وارون داره استفاده میکنه، چون نکنید اولین متیل ما روی کربن شماره دو خواهد بود، آخری نیست دیگه. این از این ور عدد گذاری کنیم میشه اولی و دومی. حالا اگه بخوام اینو باز کنیم خیلی راحت تر میشن. برای باز کردنش بچه‌ها چرا توصیه نمیکنم باز کنید سر کنکور که آخه وقت نیست. ولی حالا یه موقعی هست من فقط رو مثلا 20 تا سوال سرمایه گذاری کردم، زمینم کنار گذاشتم، میخوام تمام وقتمو بذارم رو شیمی و زیست مثلا، بعد فرض استراتژی دیگه. الان سی آی 3 دو بچه‌ها، سی آی 3 دو رو اول ننویسین، اول بیاین کنار دستشو بکشین، یعنی یه سی بیاین اینجا رسم کنین. بعد الان به این سی هاش دو تا سی آی 3 وصله، اینو همه قبول دارین فکر کنم. چرا به این سی هاش وصله؟ به خاطر اینکه یه ظرفیت خالی داشت علاوه بر اون ظرفیتی که باید به کناریش میداد. بچه این سی هاش نمیتونه به این سی های سه وصل باشه. چرا؟ چون خودش درگیره یه دونه سی های سه، دوتا سی های سه که اینجا دارم مینویسم، یه دونه دوتا سی های سه، و از طرف دیگه این کربونه. یعنی الان من اینی که دارم فلش میزنم اینا دارم به هم وصل میشن. هر فلش بخش گره‌ای که داره میشه جزء شاخه هست. یعنی الان من اومدم این سیاهشو رسم کردم، حالا میخوام بیام این سیاهشو رسم کنم، اینم رسم شد. حالا سیاهش بعدی میرسم به دو تا سیاهش دو که پشت سر هم رسم میکنم، آخری هم که سیاهش سه، اینم رسم میکنم. حالا روی این سیاهش سه من یه سیاهش سه وجود داره، یعنی روی این میام بالا سیاه سه رو رسم میکنم. این یکی سیاهش، روی این سیاهش هم یه دونه سیاه سه وجود داره. این شد ساختار گسترده لوئیس مربوط به این ساختار لوئیس پیچیده اصطلاحا. الان بخواین عدد گذاری بکنید، یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت. هپتانش گفتم درسته، اما نگاه کنید دو، سه و چهار، نه چهار و پنج و شیش. عدداش همون اول خیلی تابلو بود، میشد رد کرد، اما همون چیزی که من دیروز گفتم. علیرضا اومد دیروز بعد کلاس گفت آقا عرض از مبدا این سوال که خیلی آسون بود، چرا اول نگفتین؟ سوالش این بود. حالا من جوابی که بشدم دقیقاً به شما هم میدم. سوالی بود اون نمودارهای انحلال پذیری. اگر یه سوال بهتون بده سه تا نموداری عرض از مبدا داشته باشه، اون وقت چیکار میکنید؟ باید عددگذاری و جاگذاری دما رو داخلش انجام بدید. اوکی؟ یعنی ما برای هر شرایطی باید آماده باشیم. یعنی میدونی چیه؟ من بهش میگم بار روانی داره. من اومدم حساب کردم، من شیمی عالی و قطعا سوالشو حل میکنم، ولی میرم سر جلسه میبینم سوالی جوری دیگه اومد. بچا عمیق که بشین داخل یک بحث خیالتون راحته، میگیم بابا من دیگه اینو هر جور سوال بیاد میزنم، نه اینکه سطحی بخونید از این یه ذره خوندم از این یه ذره خوندم. اگه بخواد از هر کدومشون سخت بیاد که تمومه. اوکی بس عمیق باشیم، با هم عمیق بشیم، یکم ما حوصله بذاریم. من از این الگوی آنلاین بودن بچه‌ها چیزی فهمیدم.
خیلی از بچه‌ها سری حوصله‌شون سر میره. بچه‌ها من یه خواهشی ازتون دارم، حوصله‌تون وقتی سر میره نشستن براتون سخته، چجوری سر جلسه کنکور میخواین 4 جلسه 4 ساعت 4 ساعت و نیم بشینید؟ اینم یه بحثیه دیگه. این وقت بذارین واسه اون کاری که دارین انجام میدین، تلاشی که دارین میکنین. سید علی پارسا میگه چرا اون عینک رو وسط میکشین؟ ما یه شوخی داشتیم، بچه‌ها میگن عینک بهم نمیان نمیاد. آره بعد ما میخوایم اینا رو اذیت کنیم، بعد با کلاس دیگه این زردر میخوره. البته نظر شما واسه خودتون محترمه، نظر شما واسه خودتون محترمه. نه نظر، نه دیگه من ناراحت شدم، نه من ناراحت شدم. این چه وضعشه؟ چرا قد ناشناسی شما؟ بله چرا این شکلی هستین شما؟ همینجوری بذارین یکم دور بگیرم. شوخی میکنم بچه‌ها، این بچه‌ها اذیت خورشون ملسه از اینجا تا ما. یه دوست عزیزی داریم، یادی بکنیم از یه دوست عزیز. آیه من بهش میگم، حالا اسمشو نمیگیم اینجا، مستر محمدی نمیگم اسمشو. آقا من از یه سوال پرسیدم، یه بار گفتم اولین بار کی به تو گفت صدات واسه خوانندگی خوبه؟ بعد یه سری آدم هستن که نه بابا نه آقا نه، یه آدم یه سری آدم هستن که سری پاچه ها که میره والا شروع میکنن به خارش دادن پاچه. بعد استاد چقدر صداتون زیباست. آقا منم میخوام بزنم تو کار دکلمه والا. یه سری عرازله باش بزن تو گروه اینا، حالا کاری نداریم. عرضم به حضور شما که یه دوست عزیزی هم اینجا داریم، ما حالا یه چیزی گفتیم، گفتیم صدات خوبه، نگفتیم خواننده بشو که، مگه هر کی صداش خوبه؟ بعد شرط داره، شرط داره. همین الان باید از این کلاس قهر بکنی، از همه بچه‌ها بری، با همه بچه‌ها قهر کنی، از کلاس بری بیرون. بعد میری خونه دعوا میگیری با مامانت، یه دست دعوا اونجا. بعد میری پیش عمت، با عمت هم دعوا میگیری. آماده‌ای واسه اینکه بری جلوی دوربین خواننده بشی؟ این شروطو داره. این شروط اثر اینه. شوخی سید علی جان دیگه تو رد ندادی، اون بچه هایی که اون حرکت رو میکنن اونا باطلن. یه چیزی جا نوشت توی چت خصوصیه دیگه. نه الان خصوصی شد. نه خصوصی نه. از حاشیه به والله اینا ارتزاق میکنن دیگه. قبول تو بگو، قبول داری الان کسب روزی میکنی، روزی حلالی هم از حاشیه. خب این سوال سخت ردش میکنم ولی دور برمیگردم شوخی میکنم. خب برسیم به این جدول. این جدول واسه اون عرازل و باش آوردم که تاوال گروه عامل اصلا نمیدونن چی به چیه. دوستان عزیز و گذاشتیم دیگه. اوه آره جزبه جلسه بعد ولی باید برین اینستاگرام بکشیم بالا. دیدین از این از این ور به اون ور دیگه مشکل خودت. با اینستاگرام بابا ماما میتونیم بریم فالو کنیم بکشیم بالا. خدا اگه بلاک بچه ها گروه عاملی من فقط خوندنشون و این خوندن جدول بهتون یاد میدم. دسته گروه عاملی نامگذاری، نامگذاری بر حسب وزن آلک. آلک از آلکان الفنون رو برداریم، آلکش باقی میمونه. این عباس بوهزار الفنون هم نداره. فرمول مولکولی
حالا هر چیه به تورمون میخوره میگیم الف و نون نداره. کلاس دی ره نداره. این خوبه؟ حل. جرم مولین 14 ان به علاوه 2. بچه آلفا هم قطبیه یا قطبی نیست؟ عدد اکسایشش، عدد اکسایش ساده ترین عضوش، اولین عضو این خانوادش. ضریب موازنه نام چجوری نوشتم؟ اولی ضریب اودو، دومی ضریب سه اودو، سومی ضریب هاش دو. یعنی از این جدول تو گروه های عاملی کامل تر پیدا نمی کنی. توضیحاتی هم که داره، آلکان ها واسه از تخطیر نفت خام به دست میان، هیدروژن دار کردن، اگه آلکن ها رو هیدروژن دار کنی میرسه به آلکان، نگهداری فلزات به عنوان پارافین هم شناخته میشن، واکنش پذیری پایینی هم دارن. آلکیل خودش عضو مستقل نیست. میایم یک هیدروژن از گروهامون میکنیم برای اینکه یک ظرفیت خالی بشه و بتونه به شاخه اصلی متصل بشه. بهش میگیم آلکیل. یه دونه هیدروژن کم داره، بس یه دونه هم جرم مولیش از آلکان کمتره، به عنوان شاخه جانبی در نظر گرفته میشه. آلکن ها پیوند دوگانه کربن کربن، بس اولین عضوش باید چند تا کربن داشته باشه؟ دو کربن. اولین عضوش دو کربن داره، آقاتی نکنید. یعنی پنجمین عضو خانواده آلکن ها 6 تا کربن داره، میشه 36 هاش 12 سی ان هاش دو. این وزنش آلکن ان میگیره آخرش. مثلا اگه بهت بده 34 هاش 8 میگی بود، بود چی بود؟ آلکمون بود دیگه، بود ان. اوکی؟ جرمولیش 14 اینه، ضرب موازنه به ترتیب او دو، سه او دو، هاش دو، خودتون هم میدونید دیگه. خود آلکان رو یک در نظر میگیریم توی این روش خودمون. از تخطیر نفت خام به دست میاد، واکنش پذیری خوبی داره، با رنگ بروم تغییر میده. یکی از روش های شناسایی آلکن و آلکین اینه که پیوند دوگانه و سگانه، دوگانه دو هیدروژن یا یک مول گاز هیدروژن، سگانه دو مول گاز هیدروژن یا 4 تا دونه اتم هیدروژن میگیره و به ترکیب سیر شده تبدیل میشه. و از طرف دیگه با بروم در حضور آل بی آر سه واکنش میده و باعث بیرنگ شدن بی آر دوی نارنجی میشه. از طرف دیگه آلکن ها میتونن با آب هم در شرایط جا خالی واکنش دهند. بگید بچه تو چت بهم بگید، آلکن ها در شرایط جا خالی میتونن کاتالیزگرش چیه؟ خب همینو میخوام بدونم. H2O4 اسید. در حضور شرایط اسیدی، در صورت وجود شرایط اسیدی میتونن چیکار بکنن؟ اینها H2O بیاد با آلکن ما واکنش بده. توضیح میدم چه اتفاقی میفته بچه ها، چجوری این واکنش انجام میشه. آره دیگه ناقطبی هست. نه همه منفی چهار نیست، گفتم برای ساده ترین عضوش، اولین عضوش. چیو نمی نویسم؟ رد دادم، میخوام برم آخر، چون اینم اول آخر سر از همه نوشتم. خب حالا مهم نیست، قطبیتش اینکه ناقطبیه. عدد اکسایشش اینجا یه تکنیک بهتون داده بودم، اکثرتون سرم کلاس ها بودین دیگه، گفتم برای عدد اکسایش میان از F O N C و هاش استفاده میکنید. این ترتیب خطت نافلزیه. الان مثلا میخوایم بیایم این کربن رو عدد اکسایشش به دست بیاریم. این کربن بچه همه روش ها رو بریزین دور، بیاییم با این روش. الان کربن بهش چه گروه هایی متصلن؟ چه اتم هایی؟ دوتا کربن. چرا میگم دوتا کربن؟ من تو روش خودم پیوندگانه رو دوتا کربن در نظر میگیرم. دوتا هم هیدروژن وصله بچه ها. کربن با کربن هیچ، صفر. زور هیچ کدوم به هیچ کدوم نمیرسه. الان هیدروژن سمت راست هست نسبت به کربن، سمت راست نسبت به کربن، چون سمت راست بس خصلت نافلزی کمتری داره، بس به کربن یه منفی یک هدیه میده. اونایی که سمت راستن به سمت چپی هاشون یه منفی یک هدیه میدن، اونایی که سمت چپن به سمت راستی هاشون یه مثبت یک هدیه میدن. اوکی؟
حله. الان این بس میشه 2 - 1، بس عدد دوتاش میشه -2. حالا که خیلی باهوشین، خیلی خوب جواب دادین، خیلی خوب جواب دادین، بیا عدد دوتاش اینو حساب کنید دیگه. حالا الان بهت میگم نگران نباش. A به علاوه B به علاوه C عدد اکسایش شما هم میخوایی یه مثال بهت بدم تا دفعه هم میشونی چی؟ آبا این برخورد بهش برخورد ممنونم از این. آره 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 خواهی دیگه همین چادر مسافرتی توی 99 اومده. بتام بتام ای بله میهمان، میهمان اسم تو نمی نویسی؟ میهمان عزیز استاد دوباره میگین این دقیقا این لنده استاد دوباره میگین زهرا جان بنویس اسم تو بنویسیه توی کانال تلگرام هستی که بچه ها دیگه فایلا و همه یه چیزهایی که میخواییم باقی بمونن توی کانال تلگرام میذاریم دیگه. خدا این واسه این نیست که اونجا سابسکرایبر بگیر، بخاطر اینه که تلگرام حذف نمیشه اطلاعات، واتساپ خیلی خوبه جوین میشن بچه ها. آقا چرا تو گروه چیزی؟ حالا مثلا بری تو گروه به خاطر ازدیاد پیام خیلی لفت میدن، این میگه چرا تو گروه چیزی نذاشتین؟ خیلی خوبن، بریم توی تلگرام خیلی بهتره. چی؟ عشقی اولی میشه؟ آفرین ها ماشاءالله. اول خانم احسان گفت یه امتیاز مثبت. خب بی چی میشه حالا؟ یک کربن، دو کربن، دو تا هیدروژن. به ازای دو تا هیدروژن، چون هیدروژن خصلت نافلزی کمتری نسبت به کربن داره، به کربن چی میدیم؟ دو تا منفی یک. حالا این دو تا مثبت یک، یه دونه مثبت یک دیگه میشه مثبت 3، چون F O M بود دیگه. حالا اون بقیه اتم ها رو کار ندارم، فقط اینا که مهم منو دارم میگم. خب وقتی الان اکسیژن و نیتروژن سمت چپ کربن هستن، خصلت نافلزی بیشتر دارن، بهش یک چی مثبت یک هدیه میدن. هدیه میدن، حرکت شونه خیلی مهمه. میشه مثبت 3، بله 0 منفی 2 مثبت 3 میشه مثبت 1 جواب. حالا طرح چیکار میکنه؟ مرض میریزه، یه مثبت 3 مثبت 2 رو در نظر میگیره، یه دونه مثبت 5 رو گزینه ها میده، یه مثبت 1 میده، یه منفی 1 میده، اینم منفی 5 میده. ارانه نمیشه برای مهندسی که عضلات پشتش گرفته یه کف مرتب بزنید. خیلی زحمت میشه مهندس بچه ها. در هر شرایطی میان و زحمت میکشن. یه قلبم بفرستیم بچه ها،
یه قلبم برای مهندس بفرستین. خب همین یه دونه قلب نوشته قلب یکی. بچه ها کانال تلگرام میخواین؟ خیلی ها سوال میپرسن کانال تلگرامتون چیه. خیلی ها واقعا سوال پرسیدن. ادساین نه اون اینستاگرامه که دات آی آر داره انتهاش. چون نمیدونم کدوم آدم بیکاری قبل ما رفته کلاسیتی گرفته. داره آخه 3-4 هزار تا هم فالوور داره. خیلی بیکار بوده. من یه سال طول کشید تلفظ اینو بقیه یاد بدم. کلاسیتی. بعد اون رفته قبل ما رزرو کرده. خب بعدی بچه ها سیکل آلکین ها بعد از آلکن صدایی میاد. آلکین ها پیوند بینشون سگانه است. این نشونه شونه. به ازای هر یه پیوند که نسبت به پیوند یگانه اضافه میشد دوتا هیدروژن کم میشد. به ازای هر حلقه هم دوتا هیدروژن کم میشد. اوکی؟ به ازای هر نیتروژن یه دونه هاش اضافه میشد. اوکی دیگه. بقیه ساختارها خونسا بود. خب 14 منهای 2 هم میشه جرم مولیش بر حسب چی؟ نیتروژن. بر حسب تعداد کربن. قطبیتش بازم ناقطبیه و از طرف دیگه عدد اکسایشش منفی. معروف ترین عضوش اتین یا استیلنه که برای جوشکاری استفاده میشه. تستخدیر نفت خامشون به دست میاد. بسیار واکنش پذیر و همین حرفا دیگه. سیکلو آلکان ها اولین عضوشون چند تا کربن داره؟ 3 تا. سیکلو دیگه یعنی باید جوری کربن ها کنار هم متصل یه حلقه ببندن میشه 3 کربن. یعنی هفتمین عضو خانواده سیکلو آلکان ها چند تا کربن داره؟ اولین عضوش 3 تا کربن داره. دومی 4 تا بش. هفتمی 9 تا. نسبت به این 2 تا اختلاف داره دیگه. اینم بله بله. ذره موازنش هم میبینید. اولین عضو سیکلوپروپانه. معمولا هم اگر گروه دیگه بهشون اضافه نشه و پیوندگان هم که نمیتونه بهشون اضافه بشه از دکتریشه. اغلب کربن ها اینجا منفی 2 و قطبیت هم بازم ندارن. آلکیل هالید به درد شما نمیخوره. آره. الکل ها گروه عاملشون بچه ها هیدروکسیله. یک کربن حتما باید به OH وصل باشه. به این OH میگیم هیدروکسیل. پیوند هیدروژنی با آب برقرار میکنه. وزن نامگذاری آلکانول. یعنی الان یک الکل 7 کربن اسمش چیه؟ هپتان اول. اوکی فرمول عمومی CnH2n به علاوه OH یا CnH2n به علاوه 2O 14n به علاوه 18 هم جرم مولیشه. دیگه نیاز از اینجا بعد دیگه نیاز جرم مولی ها رو حفظ باشیم بچه. واقعا آنچنان کاربردی نداره. تا 4 کربن به هر نسبت در آب حل میشه. و چرا؟ هنوز قسمت قطبی بر قسمت ناقطبی غلبه دارد. ضریب موازنش هم که میدونید معروف ترینش هم که اتانول. اما اول معروف ترین و پرکاربرد ترینش برای ضد عفونی کردن الکل متانول از اکسایش چوب. الکل اتانول از اکسایش میوه یا در فرایندهای صنعتی از ترکیب اتن
اتن از اکسایش اتن یا واکنش آب با اتن تشکیل میشه. همین الان گفتم اگر خاطرتون باشه، گفتم هاش تو میزنید به آب. خب قربون شما، توی کتاب درسی نوشته. آره دیگه، اکسایش گلوکوز رو نوشته، تخمیر گلوکوز، تخمیر بیعوازی، فصل 2.11 دقیقا آخر فصل توضیح داده. 3.6H12O6 روی فلش مخمر یا حالا هر چیزی که هست، کاتالیزگر نوشته میده 3O2 به علاوه C2H5OH. سوال کنکور اومده بود که اشک بچه ها در بیاد، همه اینو میخندیدن ها. من سر کلاسی بود چند سال پیش، یه دوست عزیزم از اون کلاس اینجا نشسته، یه سوال دادم گفتم I2، بعد اینکه گفت I2 یعنی چی؟ گفتم اینه II. گفت ای II. گفتم یه کاری میکنم تا سال II. آفرین سر اون یود یود بچه ها تا سال کردن قد قد. اوکی اینم داستانش همینه، میدونه طراح یه آلمانه که شفید. نه اون نیست، اون یه کلاس دیگه. تو کلاس شما یودیوت گفتم خدارش. فقط تو همین جایی؟ نه اتفاقا تو به میهنت داری خدمت میکنی. خب بچه ها، از آب کافت اتن یعنی واکنش آب با اتن تولید میشه، به هر نسبت در آب حل میشه. در مورد اتانول داریم صحبت میکنیم. میبینم خسته شدیم، گروه عاملی باید تموم کنم بعد خستگی در کنید. پرکاربردترین، این هنوز در مورد اتانول داره صحبت میکنه، پرکاربردترین الکل اتانول، کلسترول، منتول، ضد درد، همین دنتولی که بعضی حالا دندشون درد میگیره واسه اون درد استفاده میکنن، مشتقات منتوله. منتول حتما برید ساختارش رو پیدا کنید. کلا شیمی جوری شده که اگه دبیر بخواد درس بده تهش میان میگیرنش. توی گیش نیز روی حاملی الکل داریم، هیدروکسیل داریم. تو گل محمدی هم همینطور. نه یاد آقای مثل محمدی افتادیم. بله گروه سی نوشتم، ویتامین سی، گروه هایی که داره گروه هیدروکسیله، اتیلن گلیکولوز، حالا نه یه دیگه هم هست، گلیسیرول، هر دوتای اینها گروه حاملی هیدروکسیل دارند. این از این اترها همون فرمول عمومی رو دارن بچه ها. یه لیوان آب برای من میاد، گلون خوشگست نمیتونم میزنم لیت میکنم، این دفعه دیگه میزنم لیت میکنم و نه روی من سر اصاب من. خب همون فرمول عمومی رو داره، نامگذاریش این شکلیه، آلکیل یک، آلکیل دو اتر، همینقدر لوس، آلکیل یک، آلکیل دو اتر. اگر دوتا گروه آلکیلی که متصله شبیه به هم باشه میگیم دی آلکیل اتر. ایزومره بچه، ایزومر میدونی چیه؟ بچه های توی خونه ایزومر میدونی چیه؟ ایزومر میدونید چیه بچه ها؟ فرمول مولکولی یکسان ولی ساختاری متفاوت. درود بر شما. که معروف ترین ایزومری از چی شروع میشه؟ از آلکان شروع میشه دیگه. مثلا اگه یه آلکان 5 کربونه داشته باشی میتونی تو آرایش های متفاوت کنار هم بچی. حالا کاری نداریم، فرمولشون یکسان اما ساختارهای متفاوت دارن. بچه ها قطبیت داره این اتر ما، اما قطبیتش نسبتاً کمه. و ساختاری هم که داره ساختار چهاروشی داره، شبیه آب. فرض کنیم مولکول آب رو داریم، به جای دوتا هیدروژن دوتا گروه کربن بهش وصله، دقیقا همچین حالتی. فرمولش هم که گفتیم، موازنش هم که گفتیم، معروفترینش هم چیه؟ دیتیلتر، ماده بیوشیه با الکل ایزومره، پیوند هیدروژنی که اصلا برقرار نمیکنه. در رازیانه هم میبینیم چی داریم؟ اتر داریم. لطفا اینا رو بلد باشین. گروه عاملی بعدی آمین، این آمین رو با آمید قاطی میکنید. آمین آخرش نون داره،
آمین آخرش نون داره. این ساختاری هم که میبینید فقط نون داره، سی او نداره. چی شد بس عباس و بوهزار؟ شبیه همون گفتیم دیگه، هر چی که شبیه این تو بیان میکنی خود به خود تو ذهنت میاد عباس و بوهزار. دقت کردین؟ خب نام گذارش آلکیل آمینه، فرمول اومیش هم که اینه، قطبی پیوند هیدروژنی هم خوب داره، این هم که ذریع موازنهشه، معروف ترینش هم متیل آمینه که همون بریکینگ بدی که شما خیلی اصرار داشتین همینو میخواست بره تو اون قسمت 16 نداشت اصلا، 12 13 فصل 2 بود که میخواست بره اونجا تو انبار متیل آمینه بدوست. بوی بد ماهی ها خاصیت بازی داره، جزء بازهای عالیه، سازنده آمیده. دیگه این پایین که میای به ترکیب های میرسی که گروه عاملی چی دارن بچه ها؟ کربونیل دارن. تا اون بحث آلکیل هالیت ها فقط کربن هیدروژن داشتیم، بعد از این بخش سی او نداشتیم کلن، مثلا اینجا او وارد شد، اینجا او وارد شد، اینجا ان وارد شد، حالا میخواییم سی او رو وارد داستان بکنیم. اگه همچین گروه سی او هاشی داشته باشیم، دقیقا این همین باید باشه، عکس بگیرین از این سی او هاشی باشه، وزن نامگذاری ما میشه آلکانال. مثلا اگر ما یک آلدهید داشته باشیم مثلا با 8 کربن، میگیم اکتانال آلکانال. خب فرمول اومی سی ان هاش دو ان اوه، اوکی؟ او دو نیست، ساقاتی نکنید. ایشون با کتون ایزومره، ایشون هم فرمولکولی سی ان هاش دو ان اوه. ذریع موازنش هم که معلومه، معروفتن آلدهیدی هم که شما تو کتاب میبینید بنزالدهیده، که بنزن با یه گروه عاملی آلدهیدی کنار هم قرار گرفتن. اتانال حاصل اکسایش اتانوله، متانال به شدت سمی اولین عضو بشه. دیگه فکر کنم گرفتین دیگه، متانال اولین عضو مت داره، اتانال هم دومین عضو ات داره. کتون همین گروه کربونیل رو داره، اما دو سمت باید حتما کربن باشه. با آلدهیدمون ایزومره، فرمول اومیش هم اینه، وزنش هم آلکانونه. مثلا اگر یه همچین ساختاری بهتون بدن، 1 2 3 4 5 6 هگزان رو داریم دیگه، هگزانون. توی این فقط باید یه نکته رو دقت کنید، مشخص کنید که این کربونیلتون رو کربن شماره چنده، رو کربن شماره 2ه. دو تا گروه عاملی بعدی هم با هم چی هم بچه ها؟ یعنی ایشون و ایشون، این که فرعیه، با هم ایزومرن، CN H2N O2 CN H2N O2 کربوکسیلیک اسید و استر. دقت کنید بچه ها، این CO رو داریم، اونجا فقط هاش خالی داشتیم، بعد یه کربن اضافه شد، الان یه OH دوباره اضافه شد، مرحله به مرحله. این یک اسید عالیه، پیوند هیدروژنی داره، قطبیت شبیه الکل هاست. همه اینها رو در نظر بگیرین لطفاً، ذریع موازنه‌شون که نوشتیم. وزن نامگذاریش آلکانویک اسید. معروف ترین کربوکسیلیک اسید چی اسمش؟ استیک اسید. ساده ترین اسید موشی یا فرمیک اسید. بعد میرسیم به استر. استرها که میدونید باید حفظ کنید، نمیدونم انگور و سیب و گلابی و اینا چه استری توشون ساخته شده، اوکی؟ اینا رو باید حفظ کنید، لطفاً یه زحمتی بکشید مواد حفظی رو حفظ کنید. استرها شبیه همین هستن ها، شبیه همین کربوکسیلیک اسید، فقط این ور بجن که یه اچ داشته باشن که به او وصل باشه، بله باید کربن باشن. البته لزومی نداره این ورشون حتما کربن باشه، نکته خیلی مهمی. یعنی ساده ترین رو اگر بخواین رسم کنیم میشه هاش سی او او سی های سه، میشه سی دو هاش چهار او دو. نیازی هم نیست بشمارید، بخاطر اینکه معلومه دیگه سی ان هاش دو ان او دو، پیوندگانه هم که نداره. نامگذاریش یکم سخت بچه، نامگذاریش رو بزنید توی سوال ها بهتون میگم، آلکیل آلکانات، ولی یه مقدمه کلی بهتون بدم. مثلا یه همچین استری شما داشتی، یه همچین استری شما در اختیار داری، این استر رو باید چیکار کنید؟ از این بخش برای نامگذاریش گفتم،
از این بخش باید بیاین جداش کنید. ما به این بخش میگیم بخش اتانوات. بخش اتانوات ما اینجا براتون توضیح دادم. اگر از کربوکسیلیک اسید هیدروژن اسیدیشو بکنید میشه آلکانوات. خب الان این چند کربن داره؟ 1 2 3 4 5 اینم حساب کن. 5 یعنی پنتان دیگه. آلکان پنتان، آلکانوات پنتانوات هم وزن میشن دیگه. پنتانوات دیگه سخت نشد دیگه. بیا دیگه سخت شد. پنتانوات. حالا این که کنارش چیه بچه ها؟ یه دونه کربونه دیگه، متیله، میشه متیل پنتانوات. این میشه نامگذاریش. در مورد بحث آب کافتونش صحبت نکردم. در مورد آمید، آمید اون چی داشت؟ نون داشت، فقط نیتروژن داشت. آمید آره دو تا گروه داره، دو تا اتم متفاوت داره، دال دیگه دو تا اتم. خب CO یه اینم کنارش داره، شبیه همون ساختار استره، ولی به جای اینکه O داشته باشه اینجا چی داره؟ N داره. این هم میشه ساختار مربوط به فرمول مولکولیش که خیلی زیادم حالا مطرح نیست که حتما بلد باشین. فهم این دو تا نکته ریز دیگه بگم قبل اینکه یه استراحت کوچیکم بهتون بدم. استراحت متوسط یه روبه خوبه. خب کربوکسیلیک اسید از ترکیب بشید استر از ترکیب کربوکسیلیک اسید و چی تشکیل شده؟ الکل. آمید از همین کربوکسیلیک اسید تشکیل شده و آمین. اینو کنارش داشته باشین جواب میگیرین دیگه، ساختار دیگه‌ای نداریم. کل گروهای عاملی مربوط به دبیرستانتون همین بود، نمیترسیدین ازش. حالا یه بارم برین زحمت بکشین بخونید، سخت هم نمیشه بچه. میهمان یه استراحت 10 دقیقه بکنیم، یه رو برای میزنم زیرش، 10 دقیقه انجام بدیم برگرد. نداشتن اصلا بچه، صدا نداشتین، صدا نداشتین میدونم. الان صدا دارین؟ خب داشتم میگفتم، ببخشید بی نظمی شد. در مورد سوال 138، سوال قبلی گفتیم سوال اوکی بود نسبتا، میشد حالا از طریق رد گزینه رفت، ولی برای این سوال حفظی باید دلیل داشته باشیم واسه رد هر گزینه. اول میگه پلی استرها، پلی آمیدها به آسانی تجزیه میشن. اگر به آسانی تجزیه نمیشن به چه جوری تجزیه میشن؟ چه حالتی وجود داره که اینا تجزیه بشن؟ به چی؟ به سختی؟ به آرامی. عین جمله کتاب. تجزیه میشن اما به آر. غلط. یکی از مصارف عمده پلی لاکتیک اسید در تهیه ظرفای یک بار مصرف است. درست یا غلط؟ پلی لاکتیک اسید پلیمر تجزیه پذیره دیگه. تو این ظروف یک بار مصرف است تا کاغذی یا ظرفای گیاهی از پلی لاکتیک اسید استفاده. استفاده از نشاسته های ویژه، نشانه های ویژه روی کالای پلاستیک که چی دیگه، برای بازیافت راه آسان میکنیم که اوکیه. نشاسته چی خوندم؟ برای تهیه صنعتی پلی لاکتیک اسید، تهیه صنعتی اینو دورش خط بکشیم، از فراورده مانند سیب زمینی، نشاسته و شیر ترش شده استفاده میکنن. نه از نشاسته استفاده میکنم، شیر ترش شده نیست، فقط میگه شیر ترش شده حاوی لاکتیک اسیده. همچین حرفی زده کتاب، نگفته برای تهیه صنعتی استفاده میشه. این نادرسته. لباس‌های تشکیل از پارچه‌های پلی آمیدی ماندگاری بیشتر نسبت به لباس‌های تشکیل از پلیمرهای حاصل از هیدروکربن‌های سیر نشده دارن. نه وارونه، هیدروکربن‌های سیر نشده بله اینها پایدارتر از اونها هن. چند مورد شد بچه ها؟ 2 مورد میشه گزینه 1. آسون بود نسبتا. سوال بعدی، ماشاءالله سوال یعنی از لحاظ فرمولی خیلی زیبایی. میگه درباره ترکیب با فرمول خط نقطه نشان داده شده در شکل
کدام موارد از مطالب زیر درست است؟ شمار جفت الکترون جفت شمار جفت الکترون های ناپیوندی روی اتم های آن برابر 5 است. یه جفت اینجا برابر 5 خب این درسته. در مولکول آن سه گروه عاملی آمینی و یک گروه عاملی کتونی وجود دارد. این که آمیده، این آمینه، اینم آمینه. فرم مولکولی آن سی 16 این سه و داره دو نوع گروه عاملی است. میدونم دارم بررسی میکنم بقیهش، ممکنه گروه یک رو اشتباه کرده باشیم به خاطر همین. آلکن هم باید در نظر بگیری دیگه، آلکن هم باید در نظر بگیری. بعد فرمول مولکولی آن سی 16H16N3O داره بگیم که هیچی نسبت شمار اتم های کربن به اتم های نیتروژن در مولکول آن به 6.3 نزد. اینو بررسی بکنیم فقط برای اینکه دستمون گرم‌تر بشه. الان کربوناش این از اینجا تا اینجا میشه چند تا؟ 5. با این 4 تا 9 تا، با این 3 تا 12 تا، 3 تا بعد اینجا چه 13 تا، 13 تا اینجا دوباره 3 تا داریم میشه 16 تا، 17 تا، 18 تا، 19 تا. این اصلا گفته 3 16 همین غلطه دیگه، چه میفهمی؟ 19 تقسیم بر 6 و 3 دام، دقیقاً درسته. همون حرفی که اول زدین الف و ت. به خاطر همین آتون گفته سوالو بخوام که اگه یه گزینه رد بشه، یعنی ب که رد بشه، بقیه جواب داده میشن و نیاز به فرمول خاصی هم نداره. سوال بعدی. ببینید شیمیایی خب آنچنان هم سوالات سختی نداره. فقط باید یکم دقت بکنید. کدام مطلب زیر نادرست است؟ نام آلکانی با فرمول C2H5C. این از همون فرمول ساختار لوئیس های پیچیده است که باید دقت کنید لطفا. نگاه کنید بچه ها، سی هاش رو می نویسیم، سه تا اتیل باید بهش وز کنید دیگه. شاخه اصلی 1, 2, 3, 4, 5، یعنی میشه سه اتیل پنتان و با هپتان همپار یا ایزومره. نظرتون چیه؟ هفت تا کربن داری یا نه؟ آره دیگه، پس این درست، ولی دنبال نادرست میگرده. سیکلوپنتان همپار پنتن است. بله کلن سیکلو آلکان ها با آلکن ها ایزومرن و نسبت شمار اتم های کربن به هیدروژن در آن، یعنی سیکلوپنتان یعنی سی پنج هاش ده کربن به، بله کربن به هیدروژن 1:2. این هم درست. بنزن یک هیدروکربن سیر نشده و در واکنش کامل با هیدروژن به سیکلوهگزان مبدل می شود. من رو این خیلی بحث داشتم سال پیش موقعی داشتم تحلیل می کردم، ریاضی هم بود این سوال اگر اشتباه نکنم. تم کتابتون درست اما در واقع غلط، اینقدر هم کشکی نیست که تو بیایی به بنزن. درست میگم مهندس، بنزن پایداری خیلی زیادی داشت دیگه، شما تحلیل می کنید دیگه. ما علمی که داریم اینه، میگه آقا بنزن انرژی پایداری بالایی داره، همینجوری نیست که تو بیای 3 مول H2 بزنی و این به سیکلوهگزان تبدیل بشه. بعد چیکار می‌کردیم؟ کاتالیزگر بهش اضافه می‌کردیم، هیدروژن در کنار پلاتین بود. ولی کتاب درسی همینو میاد درست در نظر می‌گیره. یه گزینه میمونه نادرست دیگه، گزینه آخر. تعامل جرمول ششمین عضو خانواده آلکینا اینجوری داره اذیت می‌کنه، یعنی 37H12 با جرمول ششمین عضو خانواده آلکان‌ها یعنی 6H14. خب این چی میشه؟ جرم مولی 14N 14 ضرب در 6 60 24 84 دو 88 88 بعد این ورم 37H12 14 N منهای 2 میشه 86. خب 14N منهای 2 7 داریم، 7 ضرب در 14 میشه 70 28 میشه 98 منهای 2 96 نه دیگه 14 بشه دیگه، آن نادرست درست همین درست باید بشه 10 ولی این گفته 14 بس گزینه آخر نادرست. خب سوال بعدی هم سوال جالبیه، خودتون یه استدلالی کردین در مورد
قطبیت الکل ها یادتونه؟ چی گفتیم؟ هر چقدر تعداد کربن الکل ها بیشتر بشه، بخش ناقطبی بر بخش قطبی غلبه میکنه. خب حلالیت رو داره نسبت به تعداد کربن ها میسنجه. کربن زیاد بشه پس این غلط. اینجا چه اتفاقی داره میفته بچه ها؟ خب این جالبه، اینو میتونی نگه داری. اما یه سوالی وجود داره، یک کربن حلالیتش چقدره؟ 6. دو کربن 5. نباید براش حلالیت تعریف کنه، مقدار عددی نباید تعیین کنه واسه تا 4 کربن. تعیین کرده. نگاه کنید بس نکته رو بگیریم اجه چیکار کردم. تا 4 کربن به هر نسبتی در آب حل میشد دیگه. به هر نسبتی در آب حل می شود، اما اینجا اونو رعایت نکرد اون قاعده رو. سه هم که داره چی میگه؟ میگه یک کربن، یک دو، چهارتای اولو بی‌نهایت در نظر گرفته، بعد داره میگه هر چقدر که بی‌نهایت از بی‌نهایت داره میاد دیگه، از بی‌نهایت ما نمیبینیم. اینم از بس همه گرفتن سوال سر 32 رو. من اسم بریم میگم سوال احتمالیه، حواستون باشه. این نمودار واسه کربوکسیلیک اسید ها هم صدق میکنه، واسه مقایسه نقطه جوش هم میتونیم از این استفاده کنیم. سوالی نیست اینجا بچه ها؟ اوکی. ساختار گلوکوز نه؟ C6H12O6 مثلث بود دیگه، درست های ایدری؟ 180. 4 گروه CHOH در مولکول آن وجود دارد. CHOH بیاییم بررسی کنیم. CHOH 4 تا وجود داره. دیگه میبینید اینا 1 2 3 4، این CH2OH. مولکول آن داره 5 گروه عاملی الکلی برای 1 گروه عاملی اتریست. این هم درسته. با تشکیل بدن هیدروژنی در آب حل میشود و مقدار انلال پذیری آن مشابه اتانول است. تو آب حل میشه. نگه داریم اینو. نسبت شمار اتمای هیدروژن به شمار اتمای کربن در مولکول مشابه هگزان است. هگزن. آره دیگه، دو به یک، اینم دو به یک. اینم درسته. تنها گزینه که نادرست بود گزینه 3 که این مقدار انلال پذیریش رو مشابه اتانول نمیتونیم در نظر بگیریم. سوال بعدی که میشه پلیمرها. پلیمرها هم توضیح میدم، یه دو تا تستش حل میکنم و بدرود میگیم. بچه دقت کنید برای پلیمرها. گفتم یک پلیمری که پلیمر افزایشیه از آلکان یا آلکین میسازیم دیگه، آلکین یا آلکین. پیوند دوگانه رو داریم، گروه 1 2 3 و 4. این تا از اینو برمیداریم، این تا از منو برمیداریم، میخوایم پلیمر با من بسازیم، من مونومر میشم اینجوری. هم این پیوند دوگانه ما، برای اینکه بخوام با نفر سمت راست و نفر سمت چپ تشکیل زنجیره بدم، باید اولین کاری که انجام بدم چیه؟ پیوندم رو بشکنم، بیام دوتا دست رو بگیرم. بس اولین کاری که اتفاق میفته اینه که بیام پیوندگانه رو بشکنم و دو دست دراز کنم به دو سمت. این مرتبه از این یک مولکول رو میسازه، یعنی این مول از این با هم ترکیب میشه و میاد یک مول پلیمر رو میسازه. تا اینجا فکر نکنم مشکلی باشه. مشکل از اینجا شروع میشه که بچه ها قاطی میکنن. این کربن وقتی گروه 1 داشته بازم گروه 1 داره، این کربن وقتی گروه 2 داشته بازم گروه 2 داره، این کربن هم گروه 3 و 4 رو داره. یه نکته خیلی ظریف وجود داره بچه ها. به نظرتون چگالی پلیمر بیشتر یا چگالی مونومر؟ نه، چگالی کدوم بیشتره، پلیمر یا مونومر؟ کجا حجم کمتره؟ ان تا از مونومر داریم، ان تا از پلیمر داریم، یعنی یک مول پلیمری داریم که ان تا مونومر در کنار هم قرار گرفتن. خب چرا سنگین تر؟ رفتی به سنگین تر بودن نداره، وزنش ممکنه یکسان باشه. چگالی چرا بیشتره؟ شما زهرا خانم بودی؟ آره زهرا خانم بودی شما دیگه. خب شما من جواب بده لطفا.
قبول داری وقتی که ما میایم یک ترکیب ناقطبی و کنار هم قرار میدیم نیروی بین مولکولی از نوع واندروالسیه؟ نیروی بین مولکولی از نوع واندروالس یعنی الان اینا یه مقدار به هم نزدیکتر شدن، یعنی نسبت به حالتی که مونومر بودن حجم کمتری اشغال میکنه یا بیشتر؟ الان این پلیمر حجم کمتری نسبت به مونومر اشغال میکنه یا بیشتر؟ کمتر. چرا؟ بخاطر اینکه یه پیوندی هم بینش برقراره، حجم کم میشه چگالی بیشتر میشه، چگالی بیشتر پلیمر نسبت به مونومرش به خاطر چیه؟ بس به خاطر حجم کمتره. دقت کنید، اگر این مونومر ما حالت فیزیکیش گاز باشه، چون نیروی بین مولکول اینجا زیاد میشه، حالت فیزیکی اینجا جامد میشه دیگه، گاز نیست. حالا مثلا یه نمونه که بچه‌ها خیلی قاطی میکنن، مثلا یه همچین ساختاری بهتون میدن، میگن حالا بیاین از این انتهای این بیاین پلیمر بسازین. دانیال جان حواست به من میدی؟ خوب دقت کنید بچه، اینجا این دو محل میشن برای شکست و تشکیل پلیمر، یعنی با این کربن اصلا کاری نداری. می همچین کاری انجام میدیم، میگیم که این گروه که هیچ، این گروه باش کاری نداری. میایم یه خط میکشیم این شکل، میگه پیوندگانش میشکنه، یه خچین میذاریم این ور، یه خچین هم میذاریم این ور، این میشه همون دوتا دستی که من به دو سمت دراز کردم، یه پرانتز N مرتبه. حالا میایم گروه هایی که به این کربن متصل بوده رو مشخص میکنیم، یه دونه هیدروژن و یه دونه متیل بوده دیگه، غیر اینه مگه؟ این گروهی که الان اینجا متصل یه متیل دیگه، فقط ما با این دوتا کربن کار داریم. الان بخواید در نظر بگیریم میشه ساختار پلیمری مربوط به این مونومر به همین سادگی. حالا سخت‌ترش هم کنیم بازم فرقی نمیکنه. الان نگاه کنید این حالت، الان اینجا بازم این دو تا کربن رو باهاش کار داریم، به این کربن یه دونه هیدروژن و یه دونه متیل وصله، به این کربن هم یه دونه هیدروژن و یه دونه متیل وصله. نقطه چین N مرتبه، به این کربن متیل، به این کربن هم متیل. حالا بعضی از کتابا، بعضی از منابع هم اینم بازم خطی میکشن، فرقی نمیکنه. این میشه ساختار پلیمرمون. سخته بچه‌ها. اگر ما جرم مولی تقریبی اینو داشته باشیم و جرم یه دونه اینم داشته باشیم، از تقسیم جرم بر روی جرم مولی بر روی جرم یک مول این، ما میتونیم به تعداد مونومرها، تعداد تقریبی مونومرها برسیم. تقریبی مهمه. این شد پلیمرهایی که به این شکل هم متصل میشن، افزایشی اسم میگیرن، تراکمی، اکسایش کاهش یا جانشینی. پلیمرهایی هستن که معروف هم پلی‌استر و پلی‌آمید. استر و آمیده که همه بلدین دیگه، اگه بلد نیست این بار یادآوری هم میکنیم. استر R C O O H به علاوه R پیرین O H. از کربوکسیلی که هستی چی میپره بیرون؟ O H. از الکل H. وقتی این دو تا ببرن بیرون با هم اشتراکن آب آزاد میکنند. بعد الان این از کجا آوار است؟ از این کربن هیچی نداره کنارش. این از کجا آوار است؟ اکسیژن. از این محل به هم وصل میشن، استر رو میسازن، میشه R C O و آرپ. این بخش بنفش از الکلمون اومده و این بخشی هم که زرد از کربوکسیلیک اسید. حالا اگر دو تا گروه عاملی داشته باشیم چی بچه ها؟ یعنی به جای اینکه این ور نوشته باشیم فقط COH، بنویسیم COOH R COOH. N تا از این داشته باشیم، به علاوه N تا R پریم OH OH. یا یه حالت دیگه هم وجود داره، یه مولکول داشته باشیم که یه ورش OH باشه یه ورش COOH باشه، این هم میتونه پلی استر بسازه. حواستون جمع باشه، یعنی یا باید یه دی اسید و یه دی الکل داشته باشیم، یا باید یه دونه یه همچین ساختاری داشته باشیم R پریم مثلا OH CO OH. این ساختار میتونه به شکل قطاری پشت سر هم، شبیه واگن های یک قطار، بیان چیکار کنن؟
هی با هم واکنش بدن و ساختار پلیمری رو گسترش بدن. بس اینم میتونه پلیمر بسازه. این از این. بعد در ادامه میگیم اول از این دیاسیر ما OH میره بیرون، از الکل H میره بیرون، یه مول آب میره بیرون اول، بعد از این کربن به این اکسیژن ما اولین پیوندمون برقرار میشه. مگه ما نگفتیم N تا از اینها داریم؟ یه الکل از یه سمت دیگه و یه کربوکسیلیک اسید از یه سمت دیگه میان دو سمت این الکل و کربوکسیلیک اسید رو بازم تحت واکنش قرار میدن. ولی ما برای اینکه اضافه کاری نکنیم میگیم آقا بی خیال، میایم این دو سمت رو فرض میکنیم این سمت داره با این سمت واکنش میده. یعنی الان دوباره یه اوچ از این ور میپره بیرون، یه اچ هم از این ور میپره بیرون، میشه سی او. دیگه الان این ور هیچی نداریم دیگه، بس یه خط میذاریم. آر اینجا هم که سی او رو داشتیم، او اچ و اچمون هم که پریده بود میشه او آر پریم، از این هم که اچ پرید میشه او، میشه این مرتبه. این میشه ساختار پلی استر ما. دقت کنید ما فرض داریم میکنیم این داره با این واکنش میداد، در واقع این ور یه دونه اسید دیگه داریم، این ور هم یه دونه الکل دیگه داریم. این میشه ساختار پلی استری ما. همه گرفتن؟ مطمئن سوالی نیست؟ میگه پیوند دوگانه باعث نمیشه اتم های مونومر به هم نزدیک‌تر بشن نسبت به تکرار شونده، اونقدر تأثیر نداره. درسته جان؟ نگاه کن، ما چی شنیدیم که طول پیوند بین کربن کربن سه گانه از دو گانه کوچکتره و دو گانه هم از یک گانه کوچکتره. این یه قاعده است دیگه، میگیم طول پیوند سه گانه از دو گانه کوچکتره. اما ما اینجا داریم در مورد نیروی بین مولکولی صحبت میکنیم و فاصله های خیلی فراتر از نانومتر. تو وقتی داری در مورد فاصله بین اتم ها صحبت میکنی، در حد نانومتر داری صحبت میکنی، اختلافش چقدر؟ 20 نانومتر، 30 نانومتر. و این نکته دیگه، ما یه عالمه مولکول رو هم انباشته کردیم، N تا مولکول. اینجا N تا مولکول رو به هم چسبوندیم، یعنی هیچ فضای خالی وجود نداره. حالا در مورد پلی اتن های دنسیتی و لو دنسیتی هم صحبت میکنیم که داستانش چیه، کم چگال و پرچگال بودنش چجوری بحث میشه، نگران این نباشید. ولی اصلا اون ربطی نداره به این صحبتی که ما کردیم. اون طول پیوند داره میگه، ما داریم نیروی بین مولکولی رو میگیم. حالا بچه این اگر اوکی بودین، بیایم به جای الکل آمین بذاریم، آمید تولید میشه. چه جوری؟ اینو گرفتین دیگه، چی شد؟ مطمئن باشن بچه ها؟ همه؟ حالا من مگه نگفتم R C O O H این ورم C O O H این ورم یه دونه الکل داشتیم R پریم O H O H. حالا اگر به جای الکل بخوایم آمین بزنیم، باید اینجا بزنیم NH2 که من یه H رو ازش بیرون میکشم، به خاطر اینکه میخوام این H نقش H الکلی رو برام بازی کنه. حالا بازم همین اتفاق میفته، از ایشون OH میپره، از ایشون H میپره، از این محل آواره به این N یه پیوند برقرار میشه. بازم این مولکول آب خارج میشه، دوباره در انتهای این دو یه OH با این H میپره بیرون و در نهایت ما یه همچین ساختاری رو داریم. CO نکنه از این بخش دارم می نویسم، این همون چیزی که داریم. CO گفتیم این به N وصل میشه، میشه NH R پریم NH آواره N مرتبه. خب دقت کنید بچه ها، ما اول از این N مول داشتیم، از این هم N مول داشتیم، قبوله یا نه؟ الان از این یک مول داریم دیگه. چه مقدار آب داریم؟ نکته خیلی بی اهمیتی ها، ولی حالا برای اینکه تکمیل کنیم صحبتمون رو در موردش حرف میزنیم. این چیزی که بدیهیات. 2N مول H2M داریم، قبول یا نه؟ الان چند مول فراورده داریم؟ 2N به علاوه 1 مول. چند مول واکنش دهنده داریم؟ 2N مول. چقدر اختلاف مولشه؟ 1 مول. همین اختلاف مولشه می‌خواستم بگم، چیز خاصی نیست. این بچه شد پولی آمید، اونم پولی استر. نکته آخر بچه ها، برای شکستن پولی آمید، پولی استر، استر آمید فرقی نمی کنه، هر کدوم از اینا رو داشتین، از این کربن نیتروژن یا کربن اکسیژن یگانه میشکنید.
اون قسمتی که سی او داره بچه ها، اون قسمتی که سی او داره مجبوریم بهش OH اضافه کنیم. چرا مجبوریم OH اضافه کنیم؟ چون موقعی که داشتیم پلیمر می ساختیم ازش OH کنده بودیم و اون بخشی که الکلی یا آمینیه که NH داره بهش H اضافه میکنیم، چون H کنده بودیم. به همین سادگی بکنم چهار حالت داشت دیگه پلیمرها، یعنی ساخت استر، ساخت آمید، ساخت پلی استر، ساخت پلی آمید. چهار تا حالت عکسشون هم میشد آب کافت که بهشون آب اضافه کنیم تجزیه بشن. یادتون باشه رطوبت و حالت اسیدی هم باعث میشه که تجزیه اینها یا آب کافت اینها سریعتر اتفاق بیفته. این شد داستان پلیمرهامون. بریم تستو ببینیم این چی میگه بچه این 135 بخونید لطفا. فرم مولکولی در مورد اسید ارگودین پذیری کمی در آب داشته باشد، منظور چند کربونه اسیدی که تولید بشه به هر نسبت باید دیگه در بدترین حالت 4 تا کربن داشته باشه، درسته؟ اینم بس باید 5 تا کربن الکلش داشته باشه که در آب انحلال پذیری کمی داشته باشد. بریم بررسی کنیم. الان اگه بگه هپتانول پروپانول که رد میشه چون انحلال پذیریش خوبه، بوتانول هم که اتانول هم که همینطور، بین بوتانول و هپتانول میمونیم و اتانول یک اسید گزینه، یک تنها گزینه ای که اون شرایط لازم رو داره. گرفتین چجوری سوال حل کرد؟ نگرفتین. اصلا به فرمولش کاری نداشتش. مگه نمیگه مجموعا 9 تا کربن داره؟ میگه یا نه؟ از این 9 تا کربن x تا کربن برای الکله، y تا واسه اسیدمونه. غیر اینه الکل هامون تا 4 کربن، خود 4 کربن هم بود دیگه، به هر نسبتی در آب حل می‌شدن. حالا ما می‌خوایم بیایم ببینیم زیر 4 تا داریم به هر نسبتی که حالا نه 4 یه مقدار داستان خاص خودشو داره، ولی حالا می‌خوایم بررسی کنیم هپتانول این چی گفته؟ گفته الکل تشکیلش انحلال پذیری کم، یعنی خیلی در آب حل نشه. خب پروپانول خیلی حل میشه، اتانول هم خیلی حل میشه، بوتانول دست نگه دار، دو تا گزینه رد میشه. یعنی دو تا گزینه این توضیحی که توی سوال داریم رو توجیه نمیکنه. دو تا گزینه باقی میمونه و اسید تولید شده به هر نسبتی در آب حل شود. یعنی اسید ما و مجموع این دو تا بشه 9 تا کربن، 7 و 2 میشه 9، این هم 4 و 5 بازم میشه 9. خب این اصلا به هر نسبتی که تو آب حل نمیشه رد میشه، گزینه یک باقی میمونه. خیلی آسون بود. بریم این سوال چی میگه؟ سوال بخونید لطفا. در صنعت ظرفای یک بار مصرف، آره در صنعت ظرفای یک بار مصرف از استایرن تهیه میکنن، استایرن تهیه میکنن. چی بود استایرن؟ چیکار میکنن استایرنو؟ اون سیانوئتن بود، پلی سیانوئتن نو داشت. هل از نگه دار. بعدیشو بخونید لطفا. بعدیشو بخونید. بعد میگم منطقو در نظر بگیم. مثلا نمیفهمم. غلط. اطراف تولیدی توی ملویناست. تولیدی یعنی مثلا بیان این کرم ابریشم پیلشو بردارن ببرن فراوری کنن، ببین میگن تولیدش، ولی طبیعی نیست، مصنوعیه، بیش از 50% 60% مصنوعیه. غلطه دیگه. هیچ، یعنی اونایی که به دارن و پر میره پی کارش. بین 2 و 4 خب نه اون الف باید اون کار دارن، میرین میخونید بعد جواب میدین به این سوالا دیگه. چیه یعنی الان مثلا من استایرن رو بگم احتمال نداره توی کنکور پلیسیان و اتم بیاد؟ یعنی خوندن 5 تا واسه اون سخته. بعدی رو بخونید. تترافلوروئتن یک نوع سرد کننده و پلیمر آن از نظر شیمیایی بی اثر است.
کجای کتاب نوشته سرد کننده؟ عین جمله کتاب، میخوام اینو بدونم ازتون، میخوام اینو بشنوم. کجای کتاب؟ کدوم فصل؟ هیچ، شما کتاب میخونید اصلا در این شک نه. آب، متان و کربن دی اکسید فراورده های تجزیه مواد زیست تخریب پذیر هستند. نه آخه مثلا الان به آ کاری ندارم. اون سوالی که حل کردیم خب چند تا مورد بود، در هر کدوم توجیه می آوردیم. ولی خب بچه این سوال حفظی فصل 3، میرین حفظی فصل 3 رو میخونید. آزمون میگیرم ازتون. جایزه نداره، نه ازم. خود آزمون جایزه است برات. نه. آنلاین میذارم، آزمون آنلاین میدیم کلا. زوری کاری ندارم باهات. خیلی کار دبیر راحت تره تو آنلاین. منبع کتاب شیمی خیلی سبز، مبتکران، جنبندی مهرما، کنکوریوم، نشر الگو و و و هر کتاب کمک آموزشی و کتاب درسی که دارید. بخش 3 سال 11 به علاوه گروه های آمنی از بخش 2 11 رو مطالعه می فرماییم. همه کتاب ها با هم برابرن، کتاب های خوبی هم هستن. حالا خیلی زرد و سبز و قهوه‌ایش بدن به من ربطی نداره، خودتون میتونین برین اینها رو ببینید و مطالعه بکنید. گفتم اما اول سوالم گفتم ویتامین سی اینها رو باید لحاظ بکنید. میگه در کدام گزینه واحد تکراری پلیمر درست است؟ واحد تکراری منظورش همون چیه؟ مونومر. نگاه کنید بچه‌ها چقدر سوالات مفتی هست. این دقیقا وسط کنکورتونه. یعنی اگه دانش آموز بیاد سوالای اول ببینه ناامید بشه، مثلا به سوالای وسط کاری نداشته باشه، شیمی بذاره کنار، کلا ممکنه بعدن ضرر بکنه. فنا پیوندگان رو اگه بشکنی خب، یعنی اگه بخوایم اینجوری در نظر بگیریم، این یعنی الان رو این کربن، این که چی باشه، این دیگه الان رو این کربنمون یه سی ان داریم و یه خط در میاد میشه سی ان متیل، بعد میشه سی ان متیل. این درست باش. حالا بریم ادامه گزینه ها. به قدر این همین آسون در نظر گرفتی گزینه این گزینه دو متیلش رو نذاشت. آفرین، رد میشه. بعدی نه، نگاه کنید گزینه بعدی هم کاری نداره. الان اینجا نه، لحاظ کرد این پیوندگان لحاظ نکرده. آرش که تغییر نمیکنه تو پلیمری شدن، میکنه؟ یعنی آرش رو تغییر داده اینجا تا اینجا. چرا پیوندگانه رو حذف کردی؟ اصلا این پیوندگانه تراکمیه. این اصلا الان کن از این OH میپره، از این H میپره، پلیمر تو تشکیل میده دیگه. الان چیکار کرده؟ بعد این برم یه گلکاری عجیبی کرده، خودش نمیدونه چیکار کرده. خب یه گزینه من طراحی کرده دیگه. این الان از این H از این H، از اینم H، از این OH، از اینم OH، این C2H6 مرتبه باید بمونه اینجا. ببینیم چیکار کرده. NH تعداد کربنش باید چند تا باشه؟ 4 تا. 1 2 3 4 5 6. بره پی کارش. بریم استکیومتری. عالی. بچه های تو خونه خسته که نشدن؟ اون سوال دیگه توضیحاتش رو دادم دیگه بچه. سوال FC رو میرین کتاب رو میخونین، ببینید خودتون میتونین جواب بدین، خودتون نمیتونین جواب بدین که باید یه فکر جدی واسه خودتون بکنید دیگه. خیلی منطقی. پسران نه، مکانیکی نه دیگه، خدمت مقدس. میگه مخلوطی از 3 متیل هگزان و 1 هگزن به وزن 20 گرم یه مخلوط داده از 1 آلکن و آلکان. 20 گرم مجموع مخلوط بچه ها.
میگه با 32 گرم بروم مایع به طور کامل واکنش میده. خب بروم مایع با کدوم یکی از اینا واکنش میده؟ با آلکن واکنش میده. درصد جرمی 3 متیل هگزان در مخلوط پایانی به کدام عدد نزدیکتر است؟ آفرین، مقدار آلکنی که واکنش داده رو به دست بیاریم. چی جوریه بچه ها؟ یک هگزن یعنی 36 تاش 12 به علاوه بیار 2 میده 36 تاش 12 بیار 2. موازنه هم نمیخواد. الان مگه نگفتید 32 گرم از این داریم؟ جرم مولی این چقدره؟ 14 این اول حساب کنید. 14 6 تا 84 به علاوه 160 گوی چمش 82 چه 244 سری بشیه که این ور نمیدونیم چند گرم هگزن داریم. جرم مولیش هم میدونیم چقدره؟ 84. خب نگه داریم دیگه، مخلوط این دوتاه. الان یه حساب میکنم، 84 در 32 بر روی 244. خب 8 تا تقریبا میشه 8، تقریبا میشه 10، تقریبا میشه 10 که خیلی تقریب دارم میزنم دیگه. میگه با 32 گرم بروم مایع بچه، من اشتباه کردم ببخشید. 32 گرم بروم مایع، میگم عددش خیلی پرت میاد. اینجا جرمولی بروم رو باید بذاریم، ارتباط بین این بی آر 2 و 36 هاش 12. خب بی آر 2 میشه 160. الان راحت تر شد کار. الان بخوایم بگیم 16 و 32 میشه 1 به 2، این میشه بخشید 2 به 1 میشه چقدر؟ 16 و 1 میلنگ بازم 32 میشه 2 10. آن درصد میخواد. درسته درسته. 3 و چقدر آوردین؟ این ضرب در 5، این هم ضرب در 5 میشه 16 و خورده ای. به گزینه 1 من بگرم مقدارشو میخواد. مقدار دقیقش رو که بچه‌ها گفتن دیگه، از 20 اگر مقدارش رو کم کنیم میشه مقدار دقیقش. یه بار دیگه سوال توضیح بدم، استراتژیمون اینه، میگیم فقط آلکن واکنش میده بروم. من بگم این اومده ترکیب حاوی بروم رو داده، اول اومدم اینو حساب کردم، ولی نه، اومده بروم رو داده. خب 32 گرم بروم داریم، 32 گرم بروم رو تقسیم بر جرم مولیش می‌کنیم، بعد میایم بر جرم آلکنمون رو هم حساب می‌کنیم، چقدر از جرم آلکنمون استفاده شده، مصرف شده. خب چون میگه کامل واکنش میده، چون میگه کامل واکنش میده، پس ما میتونیم بگیم این بروم ما متناسب با کل مقدار آلکن ماه. کلا که 20 گرم داریم، منهای مقدار میکنیم و مقدار باقی مونده ما میشه مقدار آلکانمون، تقسیم بر 20 میکنیم که جرم کلش بوده، وزن کل مخلوط بوده، ضرب در 100 میکنیم. مقدار باقی مونش هم میتونیم بازم از 20 کم کنیم. من 16 هشتم به دست آوردم، 20 منهای 16 هشتم میشه 3 و 2 دهم تقسیم بر 20 ضرب در 100 میشه درصدش. سوال سختی همانچنان نبود میگفت، ولی واقعا سخت نبود. یعنی دانشان فقط یه نکته باید میدونست دیگه، میدونست که فقط آلکن ها هستن که با بیاردو واکنش میدن. برای سوزاندن کامل یک صدم مول از یک هیدروکربن زنجیره‌ای با فرمول C40 هاشمی، همون میگم استیکیومتری N، 54 صدم مول اکسیژن خالص مصرف می‌شود. فرمول مولکولی این ترکیب کدام است و چند پیوند دوگانه در ساختار مولکول آن شرکت می‌کند؟ CN به علاوه 1، CN، CN منهای 1. توضیح میدم چیه بعداً. خب یک صدم مول از این بزرگوار رو
میخوایم چه کار کنیم بچه ها؟ بسوزونیم 54 صدم مول اکسیژن نیاز. اینو با موازنش بکنیم، خیلی راحتی که موازنش میگیم این یکه، این ان، حالا انشو بیخیال شیمی، چهله، نه دیگه این بده دیگه، این الان یه چون نمیتونیم، هیدروژن انه، الان اینجا ان تا هیدروژن داریم، درسته بچه ها؟ ان دوم، ان دوم ضرب در دو میشه ان. حالا اکسیژن چند تا داریم؟ 80 به علاوه ان دوم. بعد این ورم چند تا اکسیژن داریم؟ دو تا. مخرج مشترک بگیریم میشه 160 به علاوه ان بر روی 2 که بازم تقسیم بر 2 میشه 160 به علاوه ان تقسیم بر 4. بعد میایم چه کار میکنیم بچه ها؟ کسرهای تبدیل رو مرتب میکنیم. مگه خوش نگفته یک صدم از این ترکیب داریم؟ مگه ضریبش یک نیست؟ بیایم این ور. چقدر اکسیژن؟ 54 صدم مول اکسیژن. ضریبش چقدره؟ 160 به علاوه ان 4 هم میارم بالا. ترمیم وسط این میکنم میشه 160 به علاوه n، این یک صدم رو میارم این ور اعمال میکنم میشه 54 ضرب در 4 میشه 216 منه 160 54 چون خیلی مهمه تو هر دو گزینه هست بچه ها، اذیت نکنید، بذارم خودم حساب کنم. آره این 6 دیگه چجوری میگی 56؟ گزینه است. هیدروژن رو به دست آوردیم دیگه. هدف این بود که هیدروژن رو به دست بیاریم، جواب به دست اومد. چیکار کردیم فقط؟ اومدیم موازنه‌اش رو عملا انجام دادیم. بقیه‌اش که همون مول به ضریب همیشگیمون بود. بچا الان می‌بینید چقدر مول به ضریب براتون جا افتاده؟ دیگه سخت نیست. دو تا گونه درگیر رو پیدا می‌کنید، ادامه میدین و والله سخت نیست. دقت میخواد، تمرکز میخواد، شیمی به شدت بچه. یه مشکلی که داره اینه، میگم اگر خیلی شیمی بازی حتما برو اول دفترچه شیمی رو باز کن، شیمی رو حل کن. برخلاف همه درس ها توی دفترچه اختصاصی که تمرکز اگر به هم بخوره میتونی جمع کنی سوال، شیمی تمرکز به هم خورد جمع کردنی نیست، فرق نمیکنه کی باشی. یعنی بعضی میگم من خودم سوالی که دارم حل میکنم، آخر شب که دارم سوال حل میکنم، تمرکز ندارم، جمع نمیتونم بکنم. یه سوالی که مثلا فرض کن 30 ثانیه زمان میبره، شاید 5 بار حل کنم به جواب نمیرسم. شده دیگه، حالا برخوردیم به این موضوع دیگه. به خاطر همین تمرکز خیلی مهمه. یعنی اینکه استرس رو کم کنید از الان، توی اون محیط آزمون خودتون رو قرار بدید، خیلی مهمه، تاثیرگذاره. شرایط خیلی مهمه توی حتی زیست هم این حالت وجود داره. زیست خیلی شدیدتر میتونیم بگیم برای مباحث حفظ ریاضی و فیزیک، واقعا فقط تکنیک و مهارته. یعنی تو تکنیک این کریم آبدی زنه دل ولد بشی تمومه. اینقدر که گفته همه ولدم با نگران نباش. بعد آخر کلاس از کریم آبدی یه دونه تشکر کنیم. سخت، اصلا من سخت که میبینم میترسم دیگه، سوال سخت حل نمی کنم، همه سوال آسون میارم. هر لیتر از یک هیدروکربن گازی چی به ما میرسونه؟ گازی بودنش چهار بودنش میبینی اصلا اینجا چهار تا باشه، یک دو سه چهار پنج. آها چه قشنگ شد. الان تو گزینه مونده است، همینجوری سوال حل نکرده تو گزینه بشنم. و 2.5 گرم جرم دارد، هر لیترش 2.5 گرم. این چگالیش 2.5 دیگه، چرا میپیچونی الکی؟ 2.5 گرم بر لیتر. درصد جرمی تقریبی کربن در آن کدام است و فرمول نقطه خط آن به کدام صورت میتواند باشد؟ بفرمایید. جرمولیش منظورتی دید؟ آره من همینو میگم، مشکلی
اصلا درصد نمیخواد، یکی پیوند دوگانه داره که پیوند دوگانه. میخواستم اینو بگم. تکنیک حل سوالش اینه، ما میگیم حجم مولی مساوی است جرم مولی بر روی چگالی. جرم مولی رو نداریم، بس جرم مولی میشه حجم مولی در چگالی. حجم مولی 22.4 چگالی هم 5/2 خب این که به این میشه 11.2. هر وقت میخوایم چیزی رو ضرب در 5 کنیم چیکار میکردیم؟ تقسیم بر 2 میکردیم. 5/6 یه دونه ممیز میآوریم سمت راست، 56. نه دیگه، یه ممیز سمت راست میبردیم دیگه، چون داریم ضرب در 5 میکنیم. 56 14n به علاوه 2 میشه 54 تقسیم بر 14. هم ساده میشن. خب بریم اون یکی 14n مساوی 56، 56 به 14 میخوره. خب این تو کدوم فرمول صدق کرد؟ 14n، 14n مخصوص آلکان بود یا آلکن؟ آلکن. پیوند دوگانه داره و گزینه یک درست. الکی میگفت سخته. کلا ما بچه ما کلا وارونن. شما الان کلا وارونید. سوال سخت که میشه همه حل میکنید. سوال آسون میشه حل نمیکنید. ای چه عجیبی ناخه. من خب این بالای یادم رفت بچه ها. اینم توضیح بدم. سن به علاوه یک، سن و سن منهای یک چیه؟ تعداد پیوندهای کووالانسی برای آلکان، آلکن، آلکین. الان اینجا گفتیم 30/40 56. این اصلا نه آلکانه نه آلکنه نه آلکینه، ولی اگر آلکان آلکن آلکین بود میتونی از این فرمول استفاده کنی. اینجا اینو میگی 30/40 56 گفته چند پیوند دوگانه وجود دارد. بیا اینو نسبت به آلکانش در نظر بگیری یه لحظه. 30/40 82 یعنی اگر آلکان بود 82 باید هیدروژن میداشت دیگه. 82 ایمنه 56 چقدر میشه؟ 26 تا هیدروژن کم داره. ما گفتیم محافظه هر پیوند دوگانه 2 تا هیدروژن کم میکنیم. مثلا اگر تقسیم برای 2 کنیم تعداد پیوند دوگانه‌اش پیدا میشه 13 تا. خب این گفتیم استراحت نمیخواد دیگه. دیگه از دل من مجبور شدم بمونم. این وجدان کاری همیشه منو کشته دیگه. 8.4 گرم از دومین عضو خانواده آلکن. قفل زده طرار رو. این یه دانش آموز رو آلکن اشتباه کنه، یعنی اولین آلکن رو یک کربونه در نظر بگیر. اصلا این الان هدفشه. 8.4 گرم از دومین عضو یعنی 33.6 14. اینو سریع می‌نویسیم. نگا چقدر راحت میشه با اینا کار کرد. 14 ضرب در 3. خب 84/42 جرم به جرم مولی دیگه 2. حالا یه ممیز اینجا داریم 8.4 میشه 2 بس. از این کلا 2 مول داریم. نگو چه از ذهنی میشه حلش کرد سریع. در واکنش با کلور کافی چند گرم ترکیب کلوردار تشکیل میدهد؟ یعنی 33H6 به علاوه Cl2 بشه 33H6Cl2. مگه جرم این نبود؟ مگه جرم این نبود 42؟ 2 Cl هم میشه 71 13 113. مگه ضریبش 1/1 نیست بچه ها؟ مگه از این 2 مول نداشتیم؟ وقتی از این 2 داریم از این هم 2 مصرف میشه. 2 از این تولید میشه. 2 ضرب در 113 یعنی مول ضرب در جرم مولی به ما چیو میده؟ جرمو میده. تمام. 113 ضرب در 2 میشه 13. خسته نباشین بچه ها. جلسه بعد ایشالله اسید و باز الکترو یه مروری میکنیم. 180 تا نشد ولی فکر کنم به 130 تا برسیم. بازم یک رکورد خوبیه واسه چیزی که هدف گذاری کردیم. خسته نباشین. جمعه صبح میبینمتون بچه ها. همه قلمچی دارین جمعه صبح؟ بس میبینمتون.
خدا نگهدار، خدا نگهدار بچه‌ها. خب آفلاینشو میذاریم ببینید، فیلمش اصلا میذاریم، هم لینکشو میذاریم ببینید، نگران نباشید. خدا نگهدار، خدا نگهدار، خدا نگهدار.